وقتی یک جامعه مذهبی آن خدایی که در باور و اعتقاداتشون هست رو خوب نمیشناسه، یعنی خدای آن مذهب خیلی هم مهم نیست، بلکه قوانین وضع شده، پند و نصیحت های درد شده، اخطار و توبیخ های حکم شده، رسومات و سنت های قید شده بیشتر از شناخت خدا اهمیت داره. بنابراین هدف خلقت نیز برایشان مکشوف نخواهد بود. از این رو عیسی مسیح علت آمدنش را بر روی زمین علناً اعلام میکنه که من آمدم تا خدا را به شما بشناسونم. در انجیل یوحنا 17:25-26 از شریف میخونم، اعلام میکنه: ای پدر عادل، از همون ابتدا از ذات خدا داره میگه. کلام خداوند با یک هدفی سخن میگه. پس هر کلامی رو نمیتونی شما کلام خدا بدونید، باید معرف ذات خدا باشه. ای پدر عادل، اگرچه جهان تو را نشناخته است، یعنی براشون مهم نبوده، بیشتر دنبال مذهب بودن، بیشتر دنبال این بودن دور هم جمع بشن یه کاری بکنن. حتی در زمان عشای ربانی، کلیسای اولیه، مطابق آنچه که در نامه قرنتیان باب 11 صحبت میکنه، پولس رسول میگه گویا شما دور هم فقط جمع میشید یک خوراکی بخورید، آیا خونه هاتون نمیتونستید شام بخورید؟ هدف اصلی گویا گم شده بود و پولس رسول از این رو داره کلیسای قرنتوس رو نیز تعلیم میده. ای پدر عادل، اگرچه جهان تو را نشناخته است، من تو را شناختم. چگونه؟ چون از ابتدا با خدا بود. عیسی مسیح با او زندگی میکرد و اینها میدانند که تو مرا فرستادی. چگونه؟ از اعمال و رفتار مسیح، از سخنان او، از تأثیر کلامش روی افکار و احساسات اونها. من تو را با آنان شناسانیدم با محبتش، در انجیل یوحنا 3:16، با دلسوزیش، با وفاداریش، با آنچه را که بر روی زمین در طول سالهایی که مسیح بود نیز شناسانید خودش رو. و من تو را به آنان شناسانیدم و باز شناسانیده تا آن محبتی که تو نسبت به من داشته‌ای در آنها باشد و من در آنها باشم به توسط روح القدس. و یوحنا کاملا داره از هدف عیسی مسیح داره کاملا از هدف خودش صحبت میکنه که بر روی زمین اومده. پس کلام خداوند هدف خلقت رو، هدف آفریده شدن انسان رو کاملا نشون میده. شاعری میگه: از اوج آسمان ها یک شب مرا صدا کن، یا یک نفس دلم را از این قفس رها کن. با سوالاتی که دارم، با موضوعاتی که اطراف من هستش، این انسان که به بن‌بست رسیده و پر از مجهول بودن در زندگیش هست، میخواد حقیقت برای او مکشوف بشه تا به کی با اعمال و رفتار مذهبی وانمود کنه که خدا هست و سعی بر این بکنه که رضایت خدا رو به دست بیاره، اما هیچی نمیدونه. به همین دلیل هست که ما میگوییم ما مذهبی نیستیم، ما لا مذهب هستیم. ما با مذهب کاری نداریم، بر علیه مذهبی هم سخن نخواهیم گفت، اما مذهب آمد تا بر ما داوری کنه، حکم کنه. اما ما عیسی مسیح رو اینگونه نشناختیم. عیسی مسیح برای من گناهکار اومد، بدون داوری من رو دستگیری کرد و من رو محبت کرد. من به دنبال این بودم که یک انسانهایی هستن به اصطلاح شیخ و ملا و آیت الله، حجت الاسلام، اینها به خدا خیلی نزدیکتر هستن. ای یعنی میشه من مثل اینا بشم؟ این مذهب بود. اما نگاه خدا این نبود. نگاه خدا این بود که منو نیز که آفریده بود فرزند خودش میدونست. مثل یک پدر، یک مادر خوب دست من رو گرفت
در انجیل یوحنا 3:17 اعلام میکنه: زیرا خدا پسر خود را در جهان نفرستاد تا بر جهان داوری کند، بلکه حیات جاودانی یابد. محبتش رو نشون بده. چون اونهایی هم که ادعا کردن خراب کردن، حتی پیامبرام خراب کردن. کدام پیغمبری در کتاب مقدس هست که گناه نکرده؟ فقط عیسی مسیح هست که وجود او کاملا الوهیت الهی بود، هرچند جسم انسانی داشت. اما تمام انبیا از آدم و حوا گرفته تا برسیم به داوود و سلیمان و و و همه اینها اشتباهات و گناهایی که هرچند توبه کردن، اما مسیح اومد تا ما سرود و سروده هامون در باب نیکویی و عشق و محبت خدا باشه و اونگونه عمل کنیم. شاعر میگه: به نام خداوند نیکو سرشت، که او در جهان بذر نیکو بکشت. به نام خداوند وجد و سرور، پدید آور عشق و احساس و شور، که به من قوت میده، توانایی میده. مذهب وعده ملاقات با خدا رو بعد از مرگ به انسان میده، توی آسمان میده، اما مسیح خود را بر ما هویدا کرد و بدون محکومیت محبت خدا رو بر ما آشکار کرد. برای نجات ما رو تشویق کرد به اینکه امیدی برای رستگاری نیز هستش. در انجیل یوحنا 12:44-48 براتون میخونم، بازم از کتاب شریف هست. میگه: پس عیسی با صدای بلند گفت. اگر کسی میگه من پیام مسیح رو نمیشنوم، این صدای مسیح رو نشنیدم، چون مشتاق این نبوده که این پیام رو بشنوه. کلام خدا میگه عیسی مسیح مطابق آنچه که پیشگویی شده بود، زمانی خواهد آمد که زمان به کمال میرسه، یعنی در جایگاهی قرار میگیره که به راحتی خبر خوش انجیل به گوش مردم دنیا خواهد رسید. توی خلوتگاه نخواهد بود که یک نفر بهانه داشته باشه. و ما رو نیز خوان مطابق انجیل متی 28:19، بیرویم و قوم‌ها را و مردم را بشارت بدیم. مبادا اونها تصور بکنن که باید با شریعت سخت و اجرای به اون به خدا نزدیک بشن. پس عیسی با صدای بلند گفت، و هر روز داره میگه، گواهی ها، خواب و رویاها، معجزات، رسوندن خبر خوش انجیل، خدمت خادمینی که میان اینجا. یه دست برای همه این خادمین تو این کلیسا بزنید لطفاً. لطفاً خادمین بیایستن. لطفاً خادمینی که نشستن بیایستن. نذارید اسم ببرم و زشته واقعاً. میگم بیایستید، بیایستید. نترسید. انقدر فروتن نباشید. بلند شید لطفاً. بیایستید. بازم هستن. بیایستید. یه دست بزنید براشون. شما نگاه کنید. مثلا روحام عزیزم، پرهام عزیزم، اینا، حمید عزیزم، بفهمید خواهش می‌کنم. خب اینا جوانانی هستن. یک شنبه اینجا چیکار میکنی؟ چرا نمیری تو کاباره؟ چرا نمیری بیرون بگردید؟ چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ این همون صدای قوی خداست. حمید عزیزم با هنرش میاد اینجا نام خدا رو جلال میده. پرویز عزیزم، مهشاد عزیزم، یاسر عزیزم، روبن عزیزم که سالها اسیر مریضی سرطان بود، اونقدر اومد چسبید اینجا به خدمت، خدا شفاش داد. گفت دیگه این کیه؟ منو ول نمیکنه. و هر کدوم شما در هر قسمتی خوشا به حال خادمین خدا، چون کلام خداوند در عبرانیان 10:6 میگه من خادمین خود رو هرگز فراموش نمی کنم. این صدای خداست، این کلیسا پیام خداست، قدرت خداست درش. آمدن شما صدای خداست که داره نشون میده نماد حقیقت خودش رو در بین ما. پس عیسی با صدای بلند گفت: هر که به من ایمان بیاورد، نه فقط به من بلکه به فرستنده من نیز ایمان آورده است، یعنی به خدا. هر که مرا میبیند فرستنده مرا دیده است. من نوری هستم که به جهان آمدم تا هر که به من ایمان آورد در تاریکی، افسردگی، معما، کاسه چه کنم تو دستش دیگه نباشه، در تاریکی نماند. اما اگر کسی سخنان مرا بشنود
و اطاعت کند یعنی وفا و اطاعت نکند یعنی وفادار نباشه. من در حق او داوری نمی کنم. من نمیگم این نجسه، این کافره. من نمیگم مسیح، من نمیگم اگر کسی ایمان نیاورد برید سرشو بزنید، آیه اعلام کنه، آیاتی رو بده توی انجیل که کسایی که به مسیح ایمان نمی آورن نجس و کافر هستن. مسیح گفت انبیای کاذب میان، از میوه هاشون بشناسید، از میوه هاشون بشناسیم. چند وقت پیش یه سخنرانی از خمینی شنیدم که اگر اشتباه نکنم بعد از خود خمینی بود که اعلام میکرد که عیسی مسیح به خاطر اینکه زود مرد جنگ نکرد. اگه اونم عمرش مثل موسی میشد پس بنابراین اونم جنگ میکرد. شما ببینید شخصی به نام خمینی که اینقدر ادعا کرد، در اون زمان 30 میلیون ایرانی رو سر کار گذاشت، تازه خارجی ها رو هم سر کار گذاشت با حق بازیش، این شخص چقدر نادان بود نسبت به کلام خدا. خبر خوش نجات رو مردم بدید نمیدونن باور کنید. آیت الله نترس، خبر خوش نجات رو به آیت الله بده، به بسیجی بده، به پاسدار بده. باور کنید وقتی که ایمان بیارن، ایمان آنان مانند پولس رسول خواهد شد، دنیا را تکون خواهد داد. نگران نباشیم، این ما هستیم که باید خبر خوش نجات به اونها بدیم. آیا این کار رو میکنیم یا نه؟ اگر اونها متوجه بشن که مجانن بخشیده شدن و حیات رو دارن، دیگه بلند نمیشن برن دنبال شریعت سخت، قبله کجاست، چند رکعت نماز امروز بخونم، آخ نمازم قضا شد و و و لباسم یه لکه داره، حالا خدا منو نمیپذیره. اونها آشنا با فیض مسیح نیستن و امروز من و شما مسئول هستیم. در عشای ربانی ما میاییم هم به یاد بیاریم کار مسیح رو، هم به یاد بیاریم که مسیح گفت برید مردم رو بشارت بدیم. توی لس آنجلس ایرانیایی هستن که منتظر من و تو هستن، خبر خوش نجات رو بهشون بدید. دعا کنید، روح القدس به شما میگه چگونه باید این کار رو بکنید. شاید لازم هست این مدتی محبتشون کنید، ولی سکوت نکنید. لطفاً نجات دیگران رو روی سلیقه خودتون مرزبندی نکنید. مسیح برای همه اومده. پس امروز اگر شما به این خوشی برکت گرفتید، دیگران اجازه بدید با شنیدن خبر خوش نیز نجات پیدا. اما اگر کسی سخنان مرا بشنود و اطاعت نکند، من در حق او داوری نمی کنم، زیرا نیامده‌ام تا جهان را محکوم سازم بلکه تا جهان را نجات بخشم. و کسی که نجات پیدا می کنه کسی هستش که امنیت و آرامش در وجود او جاودانه خواهد بود. نویسنده ای میگه هنگامی که افسرده‌ای بدان جایی در اعماق وجودت حضور خدا را فراموش کرده که خدا هست. ولی ما که مسیح ایمان می آوریم به خوبی می دونیم که روح القدس را داریم و به توسط روح القدس در وجود ما حضور خداوند نمایان هست. در باورهای مذهبی اجرای تمام قوانین شریعت به طور کامل الزامیه، یعنی باید همه را انجام بدیم و اگر انجام ندیم مسلماً نتوانستیم خوشنودی خدا رو به دست بیاریم. اما در مسیح فقط این هست که من ایمان داشته باشم به فیض خدا، به لطف خدا، که خدا منو دوست داره، خدا عاشق منه. پس خواهش میکنم به عنوان یک مسیحی هرگز اجازه نده کسی تو رو مذهبی بخونه. تو مذهبی نیستی، بر علیه مذهبم نباش، تو آزاد شدی از مذهب، تو امروز یک رابطه عاشقانه با خدا داری. بین من و خدا روح القدس هست که داره کار میکنه. او پیوند به روح من خورده، پیوند به احساس من خورده، بسیار متفاوته. همه راه ها به خدا نمیرسه، این یک دروغ شیطانه، این یک بیسوادیست در جامعه که آگاه نیستن و میگن همه راه ها به خدا میرسه. مثل اینه که بگید همه راه ها به خونه برادر رسول میرسه. کی میگه؟ همه راه ها به محل کار فلانی میرسه. مگه میشه؟
حالا همه راه به خدا میرسه، مگه میشه چه این چیزی؟ پس کو عدالت؟ این که عدالت نیست که ما اعلام کنیم همه راه به خدا میرسه، همه راه به داوری به برای خدا میرسه، ولی برای فیضش فقط و فقط راهی هستش که مسیح مهیا کرده. شاعر اعلام میکنه دانه فلفل سیاه و خال مهرویان سیاه، هر دو جانسوزن اما این کجا و آن کجا؟ تیغ جلادان کج است و ابروی دلدار کج، هر دو خون ریزن اما این کجا و آن کجا؟ اگر حقیقتاً ما پی بردیم به یک چنین موضوع خیلی ساده‌ای، نباید به محبت و فیض مسیح بیشتر پی ببریم در برابر مذهب که اون رو یکی ندونیم؟ چرا که مذهب به دنبال هر فرصتی هست که انسان تشنه و راغب به خدا رو محکوم کنه به خاطر گناهانش، اما عیسی مسیح به دنبال انسانی هستش که به دنبال حقیقت هست و او ایمان به مسیح بیاره و مسیح او رو نجات بده، نجات رو براش مهیا کنه. اون میگرده. کتاب مقدس نامه عاشقانه خداست برای انسانها روی زمین. کتاب مقدس میگه انسان مقدسه، انسان رو کافر و نجس نمیدونه. پس پیام عشق او هست، نه برای محکوم کردن، نه برای داوری. به طور خاص ما در عهد جدید میبینیم که خدا عشقش رو نمایان میکنه. شخصی به دوستش که شکارچی بود میرسه میگه ببینم اگر یه موقعی توی شکار یه پلنگ بهت حمله کرد چیکار میکنی؟ میگه چی، با تفنگ میدم میزنمش دیگه. میگه حالا باید تفنگت نبود. میگه خب میرم توی سوراخی قایم میشم جایی که غار باشه. میگه حالا سوراخ و غارم نبود، چاهی هم نبود. میگه خب میرم بالا درخت. میگه حالا درختم نبود. میگه میپرم تو آب. میگه حالا آبم نبود. خب ببینم تو با من یا با این پلنگه؟ کتاب و مذهبی که اومده مدام داره ما رو محکوم میکنه و از من و شما قوانین سختی میخواد تا برسیم به خدا، چرا اون رو از طرف خدا میدونیم؟ آیا این خدا حکیم و داناست که چنین قانون‌های سختی رو داده؟ در نامه غلاطیان 2:16 میگه اما چون که یافتیم که هیچ کس از اعمال شریعت عادل شمرده نمی‌شود بلکه به ایمان به عیسی مسیح، پس آنچه را که ما در اشیای ربانی داریم انجام میدیم هرگز یک قانون سخت مذهبی نیست، فقط به یاد آوردنه. چگونه به یاد میاری سالگرد ازدواج تو و جشن میگیری؟ چگونه به یاد میاری تولد فرزند همسر و جشن میگیری؟ ما به یاد میاریم آزادی خودمون رو که مسیح ما رو آزاد کرده. ما هم به مسیح عیسی ایمان آوردیم تا از ایمان به مسیح و نه از اعمال شریعت عادل شمرده شویم، زیرا که از اعمال شریعت هیچ بشری عادل شمرده نخواهد شد. عیسی مسیح برای حفظ ایمان ما فقط اعلام نکرد که به یاد بیاوریم، مرگ و قیام او را ما به یاد داریم، آنچه را که انجام داد و قراری را برای ما گذاشت تا در این قرار نیز ما آنچه که او اعلام کرد به عنوان عشای ربانی به یاد بیاریم. و سپاسگزار هستم که مطابق عهدتون با خدا اینک اینجا هستید، در کنار هم باشیم. حتی عزیزانی که اگر روی فیسبوک با ما هستن، روی اینستاگرام هستن، نتوانستید به هر دلیلی، شما نیز میتونید این مراسم رو امروز با ما داشته باشید و به یاد بیارید کار خداوند رو. در انجیل لوقا 22:19-20 اعلام میکنه نا عیسی مسیح نان را گرفته شکر نمود و پاره کرد، منظور بدن خودش رو، اشاره بدنی هست که فردای اون روز روی صلیب خواهد رفت، و به ایشان داد و گفت این از جسد من که برای شما داده میشود، این را به یاد من به جا آرید. و همچنین بعد از شام پیاله را گرفته، منظور خون مسیح است که بهر گناهان بشریت ریخته میشه، و گفت این پیاله عهد جدید است در خون من که برای شما ریخته میشود. مسیح آنچرا که گفت انجام داد بدون هیچ منتی، بدون هیچ جبری و بدون هیچ انتظاری که ما باید کار سختی را انجام میدادیم. اون همان محبت آگاپه را انجام داد، محبت بلا عوض را نیز انجام داد. شاعری اعلام میکنه خدا آزاد خلقت کرد انسان، مشو هرگز اسیر بند شیطان، جهان و هرچه
در آن هست زیباست، پر از نقش و نگارین و فریباست. تمام آفریده های خلقت بود از بحر تو بی هیچ منت، بدون هیچ منتی. اما متاسفانه توی مذهب هستن افرادی که خودشون را از طرف خدا میدونن، معلمین کاذب، انبیای کاذب، و اونها منت سر مردم دنیا میذارن تا نشون بدن که اونها میخوان مردم که ناآگاه هستن را به خدا برسونن. برای درک درست از اشعای ربانی میباید اول درک درست از تفکر خدا، طرز تفکر مسیح نیز ما داشته باشیم. بریم با هم دیگه نامه کلوسیان 3:1-2 رو نیز داشته باشیم. آیا همه بروشور دارید؟ اونایی که بروشور ندارن لطفاً دستا بره بالا. بس. دستاتون رو بالا بگیرید، یه ساعتی میتونید تکون بدید، خسته نشید. شوخی میکنم، براتون میرسم. خب بشنویم از نامه کلوسیان. نامه کلوسیان 3 صداشو بیشتر کنید لطفا، ببخشید. بفهم. پس چون با مسیح برخیزانیده شدید، آنچه را که در بالاست بطلبید، در آنجایی که مسیح است به دست راست خدا نشسته. در آنچه بالاست تفکر کنید، نه در آنچه بر زمین است. آمین. 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 اندیشه و تفکر من او باشه، چرا که ثمره او حکمت خواهد بود، چرا که ثمره او عدالت خواهد بود در رفتار و اعمال من، چرا که ثمره او فیض خداست در برابر من. وقتی که میرم در حضور خدا، من از این به بعد وقتی من فیض خدا رو میشناسم، محبت خدا رو میشناسم، عدالت خدا رو میشناسم، آنچه را که حتی به عنوان یک نیاز و حاجت هست سخت نمیبینم، من ایمان دارم که خدا اون رو به من میده، من فیض خدا رو میبینم، محبت خدا رو میبینم. کدام پدر و مادری هستن که نیاز فرزندان خود رو بتونن آماده و مهیا کنن اما برای او مهیا نکنن؟ چقدر بیشتر خدا. از این به بعد صبر من هست، ایمان من هست، اعتماد من هست که باید بپذیرم، در صبر بمونم. دعاهای آنچرا که در ذهنت حتی امروز گذشته خدا شنیده و خدا میخواد اجابت کنه و خیلیش اجابت شده، فقط باید صبر کنی، دریافتش کنی. شخصی میره پیش کشیش با زنش، میگه ما چند سالی ازدواج کردیم هنوز صاحب فرزند نشدیم، و کشیش براشون دعا میکنه. ماه بعد میاد میگه آقای کشیش، خانم من اتفاقا حامله شده بودم، فقط به این خبر شما این خبر خوشه بودم. اون خوشحال میشه و میره. یک ماه دیگه دوباره میاد میگه آقای کشیش ببخشید، خانم من هنوز نزایده. میگه میزد با امید خود بهتون بچه میده. بفهم. میره دوباره یه ماه دیگه میاد میگه آقای کشیش ببخشید، یادتون دعا کردید؟ میگه بله. میگه خانم هنوز بچه به دنیا نیورده. میگه ببینم خانم شما چند ماه هست؟ میگه 2 ماهشه. میگه ببخشید خانم شما یه زن مکروفر که نیستش که. تو دعا میدیم در حضور خدا چی میخواییم؟ ما روی زمین برای هر چیزی برنامه داریم، همین که میریم پیش خدا میگه میرم من میدی؟ خب صبر کن، تو این مسیر خدا میخواد تو رو تعلیم بده، میخواد تو تقویت بشی، میخواد تو یه گواهی داشته باشی. اجازه بده به موقعش تو اون رو دریافت میکنی. اما فیض خدا رو اگه درک کنی، قبل از این که چشم دنیاویت ببینه، چشم روحانیت که قلبت هست اون رو دیده و دریافت کرده. آمین. بریم با هم دیگه نامه افسوسیان 1:3-14 رو داشته باشیم. روحانی در مسیح. متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که ما را مبارک ساخت به هر برکت روحانی. میگه ما را ببخشید، میگه ما را مبارک ساخت، نمیگه مبارک بساز. میگه برکت رو بهت داده، مکاشفه نوع زندگی سالم رو به تو داده، مکاشفه علت خلقت رو برای تو باز کرده به توسط روح القدس، بهترین رو بهت داده. بله بفرمایید. به هر برکت روحانی در جایهای آسمانی در مسیح،
چنان که ما را پیش از بنیاد عالم در او برگزید تا در حضور او در محبت مقدس و بی عیب باشیم. آمین. که ما را از قبل تعیین نمود تا او را پسر خوانده شویم به وساطت عیسی مسیح بر حسب خوشنودی اراده خود، برای ستایش جلال فیض خود که ما را به آن مستفیض گردانید. در اصل برگزیدگی ما را داره میگه به ما داده محبتی که خدا در قلبش نسبت به ما بوده به توسط عیسی مسیح به ما داده. ما فرزند خواندگی او رو داریم، ما بیگناه شدیم، ما مقدس هستیم، ما خدا از ما خوشنود هستش، ما وارث نجات هستیم، ما وارث حکمت هستیم، ما وارث عدالت و ثروت هستیم، ما وارث آرامش هستیم، ما وارث اقتدار و امید هستیم، ما وارث قدرت و وارث روح مقدس خدا و عطایای او هستیم. پولس رسول داره اینو میگه که به شما داده شده. نگرانی چیه؟ امور زندگیت که شیطان داره بر روی زمین سلطنت میکنه، چرا تو رو میترسونه؟ سلطنت خدا بر زندگی تو هست. بر شیطان سلطنت بر تو نمیکنه، روی زمین داره سلطنت میکنه. حواسمون باشه، کوچه و خیابونا رو اشتباه نریم، آدرس رو اشتباه نریم. آدرسی که مسیح به ما داده فیض و محبت و عدالت ماست و همیشگی هم هست. در هر موقعیتی که خودت رو گرفتار دیدی فیض خدا رو نگاه کن، عشق مسیح رو نگاه کن. چرا صلیب رو؟ صلیب در اصل میشه گفتش که یک موقعیتی است که قتال است برای ما، وسیله قتله. چرا ما این صلیب رو دوست داریم؟ نه به خاطر این به اضافه دنباله دار، خیر، ما او رو دوست داریم که مسیح به خاطر تمام دردها و رنجهای من روی این صلیب رفته و بهای تمام بدیها رو داده و این تضمین تمام نیکویی‌ها در زندگی ما خواهد بود. به صلیب مسیح نگاه کن و اون گونه هستش که خدا آنچه که تو میخوایی رو به تو خواهد داد و حتما داده. این رو ببینیم. بله، پولس داره این گونه نگاه میکنه. در آن حبیب که در وی به سبب خون او فدیه یعنی آمرزش گناهان را به اندازه دولت فیض او یافته ایم که آن را به ما به فراوانی عطا فرمود. چگونه این رو داده؟ بیانش چیه؟ جان خودش داده. بیانه ای که داده چی بوده؟ شما دارید همتون، روح القدس هست. نامه دوم قرنتیان 1:22 میگه خدا مهر مالکیت خود را بر ما گذاشت. این روح القدس شما رو آورده اینجا، نه روح این دنیا. روح این دنیا میگه کجا میخوای بری؟ تو دیروز کار کردی خسته و کوبیده، بابا ولش کن، خدا میدونه تو ایمان آوردی دیگه به مسیح، بس دیگه. مسلمان بودیم سال دو دفعه بیشتر مسجد نمیرفتیم، اونم به خاطر اینکه یه نفر فوت کرده بود، غیر از این بود. اما چگونه شده ماها که از بکران اسلام هستیم خداوند ما رو برکت داده، اونم توی کشور غریب؟ هر یک شنبه میریم کلیسای مسیح. این کار روح القدسه، این مهر روح القدسه بر زندگی تو. بعضیا فکر میکنن که روح القدس در من باید کارهای خیلی آنچنان کنه، کارهای آنچنانی کرده، چون ایرانی ها دارن میرن کلیسای مسیح، مسجد نمیرن، تکیه نمیرن، با مسیح زنده روبرو شدن و حتی میرن خداوند رو خدمت میکنن. بله، در هر آمین. حکمت و فتانت، چون که سر اراده خود را به ما شناسانی بر حسب خوشنودی خود که در خود عزم نموده بود. همون گونه که گفتم به توسط روح القدس. بذار این آیه رو تموم کنم. میگه خدا مهر مالکیت خود را بر ما گذاشت و روح القدس را به عنوان ضامن، ضامن همه برکات آینده در دلهای ما نهاد. حتی برکات آینده که شما ببینی تسلی داری توی مشکلات و سختی هات، امید داری. پس میگی خداوند تو آینده من رو تنها نمیذاری، تو نه من رو تنها نمیذاری، تو بچه های منم تنها نمیذاری، تو نواهای منم تنها نمیذاری، تو حامی همه امور زندگی من و نیز نسل آینده من هستی. اینو روح القدس برای همین، برای چی ما اینجا میستیم سفت و محکم میگیم سرنگون باد نظام اسلامی، چون ایمان داریم که خداوند هرگز موافق بی‌عدالتی نیست و این بی‌عدالتی سرنگون خواهد شد. چرا استادیم میگیم ایرانی ها برمیگردن به کشورشون؟
تو کلام خدا این رو داره میگه و روح القدس تایید قلب ماست که ما یه روزی برمیگردیم به کشور عزیزمون ایران و نام خدای حقیقی یهوه رو بلند خواهیم کرد. دیگه نمیشنویم الله اکبر، چرا که میدونیم الله خدا نیست، رب خداست، الله خدا نیست. بی برکتی رو ریشه‌کن خواهیم کرد و عشق و محبت رو ساکن خواهیم کرد. این قدرت رو روح القدس به ماها داده، حتی اینکه شما تایید میکنید، آمین میگید، این کار روح القدس هست. بله. برای انتظام کمال زمانها تا همه چیز را خواه آنچه در آسمان و خواه آنچه بر زمین است در مسیح جمع کند، یعنی در او، که ما نیز در وی میراث او شده ایم. آمین. چنان که پیش معین گشتیم بر حسب قصد او که همه چیزها را موافق رای اراده خود می کند. آمین. تا از ما که اول امیدوار به مسیح می بودیم جلال او ستوده شود و در وی شما نیز چون کلام راستی یعنی بشارت نجات خود را شنیدید، در وی چون ایمان آوردید از روح قدوس وعده مختوم شدید که بیانه میراث ماست برای فدای آن ملک خاص او تا جلال او ستوده شود. آمین. 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 از این رو مراسم عشای ربانی به ما کمک میکنه تا فراموش نکنیم محبت خدا رو در این جهان که صداهای بسیار هست. چرا پولس رسول در نامه رومیان 12:2 اعلام میکنه هم شکل این جهان نشو؟ چرا که این دنیا میخواد افکار و فکر ما رو به سمتی ببره که فراموش کنیم عشق خدا رو، محبت خدا رو. اتفاقا بیشتر میل به این داره ما مذهبی بشیم تا اینکه بیشتر رابطه با خدا داشته باشیم. و متاسفانه میبینیم اونقدر صداهای کاذب هست تا صدای محبت خدا شنیده نشه. در این بازار مسگرها صداهای بسیاری هست تا صدای عشق رو کسی نشنوه. انبیای کاذب بسیار اومدن، کسایی که ادعا کردن که برای یک موقعیت خوب زندگی انرژی درمانی رو مطرح میکنن، گفتار درمانی رو مطرح میکنن، حلقه عرفان رو میان از انجیل مسیح میگیرن و دستاورد فکر خودشون میدونن. متاسفانه چیز دیگه ای رو میان معرفه من. انبیای کاذب کیا هستن؟ آنانی هستن که حقیقت خدا رو به واقعیت تبدیل میکنن، همون کاری که شیطان در باغ عدن کرد، حقیقت رو از انسان گرفت و واقعیت رو به متاسفانه تحمیل کرد. در انجیل متی 24:11-13 میگه و بسا انبیای کذبه ظاهر شده در روزهای آخر، اشاره به روزهای آخر، در همین روزها بسیاری را گمراه کنند و به جهت افسونی گناه محبت بسیاری سرد خواهد شد. یعنی اینا که میان ادعا دارن میکنن متاسفانه اجازه محبت رو نمیدن، حتی محبت اصلی رو میگیرن، لیکن هر که تا به انتها صبر کند نجات یابد. چگونه میتونیم صبر کنیم؟ بگیم ما چگونه میتونیم در این صبر باشیم؟ طلبیدن پوری روح القدس در کلام، در دعا، در مشارکت با کلیسا، در خدمت کردن، در شرکت در عشای ربانی، همین کاری که امروز شما انجام دادیم. و توجه داشته باشیم تا زنده هستیم باید این کارو کنیم. فکر نکنیم 50 سال از ایمان من گذشته دیگه بس، حالا من برم عشای ربانی رو انجام بدم. مسیح سنو نگفت، گفت هر کس که مسیح ایمان میاره، هر کس من ایمان میاره، این عشای ربانی، این مراسم رو باید انجام بده و باید به یاد بیاره تا بتونه توی جایگاهی که خداوند خواست. صبر همین هست که من بتوانم به کلیسای مسیح وصل باشم. میز ایمان یادتون هستش پایه‌هاشو؟ کی میتونه بگه؟ دعا، کلام، پوری روح القدس، خدمت. این رو داشته باشید. شاید شما میگید بعد از اون من نمیتونم بیام تو کلیسا کاری کنم. شما میتونید برای کشیشتون دعا کنید، لطفاً دعا کنید، این خدمت شماست. میتونید برای خادمین دعا کنید، لطفاً دعا کنید، این خدمت شماست. ما یه گروه دعا داریم در کلیسا که سه شنبه ها زینا جان زحمت میکشن تقسیم میکنن به گروه دعا و برای ایرانی ها که ما زنگ میزنن دعا میکنن. پس اینم نیست، خدمت هستش. در کتاب پنجره رو به نیایش نویسنده میگه شیطان از غرور روحانی ما را مسخره می کند،
اما از دعاهای ما میلرزد. پس ما نمیتونیم بگیم سال هاست آقا من به مسیح ایمان دارم، یه عشای ربانی چی کار دارم؟ من برای چی باید به عشای ربانی برم؟ خیلی عزیزان، عشای ربانی اومده تا ما محبت مسیح رو به یاد بیاریم. این یک قرار هست. عیسی مسیح همین پیشنهاد رو زمانی که پتروس داشت با تمام دل به مسیح میگفت که من تو رو منکر نمیشم، شاگردام داشتن این رو میگفتن، بقیه شالا اینجا پتروس فقط لو رفته، بقیه شاگردان اگر بخونید اونام دارن میگن ما به هیچ وجه مسیح تو رو منکر نمیشیم، در متی 26 30-35 به اون اشاره میکنه. اما عیسی به اونها میگه در همین امشب، به پتروس میگه، چون پتروس خیلی سفت وایستاده بود، میگه من در همین، میگه در همین شب قبل از بانک خروس 3 مرتبه مرا انکار خواهی شد. به پتروس داره میگه. و در متی 26:69-75 ما میبینیم که پتروس نه تنها مسیح رو منکر میشه، حتی قسم میخوره، سوگند میخوره، قسم میخوره که من اصلا مسیح رو نمیشناسم، من اصلا با این گروه نیستم. ولی عیسی مسیح یک قرار گذاشت برای اونها. حالا میخوایم این قصه، این قرار رو بدونیم. عزیزان در گذشته یادتونه به طور خاص افراد توی خانواده اگر سنشون رفته و بالا، برای اینکه یادشون نره بیرون میخوان برن یه چیزی بخرن، یه نخ دور انگشتشون میبستن. این اون قرار است. یه یادداشت مینوشتن، خب الان رو موبایلامون میتونیم بذاریم بنویسیم یادمون بیاد این قرارمون. پتروس هم یه قرار میذاره برای اون. کسایی که با سیستم سوم ماتریس پرسکاری، پرس فلز آشنا هستن به خوبی میدونن زمانی که این پرس میخواد انجام بشه، این سوم ماتریس به هم میچسبه، آنچه را که میخوان غالب بشه دو تا شرایط خاصی داره که میباید شکل فیزیکی به اصطلاح اون لیوان رو بگیره. در اطراف اون چند تا استوانه میذارن، اینها قراره که وقتی این فلز میاد مبادا اون قالب رو خراب کنه، له کنه، سوراخش کنه. پس روی این استوانه میسته. این قراره. عیسی مسیح برای پتروس یه قرار گذاشت، برای ایمانداران هم عشای ربانی یه قراره که به یاد بیارن، که فراموش نکنن. چرا که قوم اسرائیل 40 سال آواره شدن چون محبت خدا رو فراموش کردن. فراموشی بی برکتی میاره نسبت محبت خدا اگر ما فراموش کار باشیم. مسیح به پتروس گفت تا بانک خروس تو 3 بار منو منکر میشی. اگر مسیح نگفته بود تا زوزه گرگ پتروس مسیح رو منکر میشد، مدام منکر میشد. قرار گذاشت. امروز عشای ربانی برکتش اینه که به ما، به یاد ما میاره که عیسی مسیح تو زندگی ما چه کار بزرگی رو انجام داده. پس بنابراین این باعث برکت ما خواهد شد. قبل از اینکه نزدیک سفره خداوند بشیم زندگیمون رو تقدیس کنیم، دوباره عهدمون رو تازه کنیم با خداوند و از او و از قوت او نیز پر بشیم برای ادامه حیاتمون. آمین. بریم با هم دیگه نکته سوم رو یه نکته رو ما داریم که مربوط به همین درس تصویر اشتباه میشه. عزیزانی که لطفاً چراغای وسط رو روشن کنید. عزیزانی که بروشور ندارن تازه اومدن لطفاً دستا بره بالا. مرسی. یه دست برای خودتون بزنید. برکات عشای ربانی. ربطی به درس گذشتمون مستقیم نداره، اما مجموعه از اون هست. خودکار هست، میتونید پر کنید لطفاً. درک این که خدا نیکو، عادل، فیاض هست و آدمی را به شباهت خدا آفریده و هر اندیشه بدکارانه، ناعادلانه، خودخواهانه در انسان تصویری اشتباه است. اگر تو اون مسیر داریم ما میریم که دلیل رنج، پریشانی، اسارت او در زندگی می باشد و تقرب به خدا، نزدیک شدن به خدا، شناخت خدا، توکل به خدا قلمروی نجات او خواهد شد. اینها رو پر کنید و سعی کنید این آنچه که امروز یافتید رو
به دیگران درس بدید. مولوی میگه در سینه هر که ذره‌ای دل باشد، بی مهر تو زندگیش مشکل باشد. ما نمیتونیم بدون شناخت خداوند، بدون نزدیک شدن به او و بدون توکل به او نیز در اون آرامش باشیم. آیا مزمور 124 رو داریم؟ پرویز جان سپاسگزارم. لطفا لحظه ای بیستیم، همون گونه که گفتم اونا عزیزانی که میتونن بیستن البته، همچنین عزیزانی که روی فیسبوک با ما هستن، لطفا همه میخواییم با همدیگه این سرود رو بخونیم. خداوند میدونست که قوم اسرائیل مدام دارن فراموش میکنن، برای همین برای اونها عیدها گذاشت و به توسط روح القدس سرودهایی به اونها داد تا با این سرودها به یاد بیارن کار خداوند رو. امروز همه ما میخواییم اعلام کنیم با خوندن این مزمور به یاد بیاریم کار خدا رو و عهدمون رو با اون تازه کنیم. آمین. میتونیم با هم یک صدا بخونیم؟ با هم بخونیم. اگر خداوند با ما نمی بود اسرائیل الان بگوید، اگر اسرائیل ما هستیم، اگر خداوند با ما نمی بود وقتی که آدمیان با ما مقاومت نمودند، آنگاه هر آینه ما را زنده فرو می بردند، چون خشم ایشان بر ما افروخته بود. آنگاه آبها ما را غرق می کرد و نهرها بر جان ما می گذشت. آنگاه آبهای پرزور از جان ما می گذشت. متبارک باد خداوند که ما را شکار برای دندانهای ایشان نساخت. جان ما مثل مرغ از دام صیاد خلاص شد، دام گسسته شد و ما خلاصی یافتیم. اعانت ما به نام یهوه است که آسمان و زمین را آفرید. آمین. هللویا. هللویا. با این عهد نزدیک سفره خداوند میشیم. بریم آخرین آیه را هم نیز داشته باشیم. بفهم خواهش میکنم. در عهد عتیق خداوند با این برکات قوم خودش رو به یادآوری تشویق میکرد. انجیل یوحنا 6:54. از خادمی خواهش می‌کنم لطفاً با من باشن. هر کس که جسد مرا خورد و خون مرا نوشید حیات جاودانی دارد و من در روز آخر او را خواهم برخیزانید. آمین. آمین. آمین که اینک اینجا هستیم. هرچند به عنوان آنچه که ما انجام میدیم یک سمبولی هستش، اما ما میدانیم که مسیح بدنش پاره پاره شد به خاطر گناهان ما، خونش ریخته شد به خاطر تمام دردها و رنجهای ما، مرد تا رسول گناهکار بمیره در گناه، قیام کرد تا رسول با مسیح قیام کنه در امنیت و آرامش. آمین.